سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همچین کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ریاکشن ویدیو دیگه. آقا این چند روزه دیگه درگیر لایو ها اینا بودیم، خودتون میدونید. ما خواب پا شدیم گفتن دانیال مثل این که دیس زاده دوباره و اومدیم با هم بررسی کنیم ببینیم چه جوریاست. و این آهنگ 4 ساعت گذشته از یوتیوب خود دانیال که لینکش توی دیسکریپشن هست میتونید بزنید روش و برید و لذت ببرید اومده. اسم آهنگ عجیمجیه، 4 ساعت پیش نزدیک 6K ویو داره. آرتیست دانیال، پرودوسر راد پرو، بیت پرودوسر راد پرو، میکس مستر فدی، میکس مستر فدی، کاور آرت موراکس، ویژوال اد موشن بای مبین کسایی. همچی چیزایی باید بشه خلاصه. و کاور کار که داریم ببینیم یک عقابیه که به یک شیر حمله کرده. خب میدونیم اینکه از لقبهای جناب آقای ممرز و شایه شیر هست و اینجا عقابی که باید خود دانیال باشه حمله کرده به این شیر و از کمر. جالب، عقابه از شیره بزرگتره، اندازه ای عقاب استثنایی باید باشه و مثل اینکه نمیدونم این شیره قبلا یه حرکاتی کرده که این حمله کرده، شیر ناتوان در اون زیر. و خود فونتشو ولی دوست ندارم، عجیم عجیب به صورت اینجوری بلادی خونی داره خون میریزه، ولی خب اینجوریه که قراره خون بریزیم دیگه به این شکل. در کل برای کاور باحالیه. و اینکه فکر میکنم توی خواب نباشیم بود که شایعه این بازی و داستان شروع کرد، قبل از اون کامنتینایی که گذاشته بود که دانیال واسه من مرد و این داستانا. من قبل اون یادمونه که دانیال خارج شده بود، با ریسپک خارج شده بود، که بعد از اون اتفاقا به هر حال یه سری جای سری حرفا هم زد و یه سری استوری هم زد و شایعه هم که اونجا دیس کرد. و بعدم دانیال اگه اشتباه نکنم توی یک ترکای تیکه انداخت و الان هم مثل اینکه دیس ترک به صورت خیلی کامل داده دیگه، که عقاب حمله کرده به شیر. میخوام بریم ما هم ببینیم چجوری، آیا این عقاب شیر رو به خاک زد و بعد منتظر بازی برگشت باشیم یا خیر. خلاصه این از اینترو برنامه و توضیحاتی پیشفرضی که لازم داشتیم قبل اینکه ببینیم بریم با هم این فرست ریاکت یا اولین تجربه گوش کردنمون رو داشته باشیم ببینیم چجوری هست. اما تو، بله خود تو مخاطب، یاد نره که حتما اگه ساب نداری کانال سابسکرایب کنی، لایک کنی اگه حال کردی و شیر کنی اگه خیلی حال کردی، و اگه حال نکردی دیسلایک کنی و دلیلش رو برام بنویسی. دمت گرم، بریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. ای ای عجیب عجیب اوه اومدم با گنگ بنگ بکنم تدم، نزدم تا الان سر نون و نک، خود بدونی جادو میکنم با این قلم، خواب نباشیم تو میخوای با اون بشی طرف. تا الان سر نون و نمکی چی نگفتم؟ نون و نمک رو نگر داشتم، به خواب نباشیم هم اشاره کرد. خود بدونی جادو میکنی این قلم، واسه همین اسمش عجیم عجیه پس آهنگ. اوکی، خود بدونی جادو میکنم با این قلم، خواب نباشیم تو میخوای با اون بشی طرف. یه چیزی، فقط گنگ بنگ بعد تیمی بری دیگه، تک اومدی. آها، شاید هم منظورش اینه که داره از اون ور میزنه تکی همه تونو گنگ بنگ اونجوری. اوکی، الکی جلفنا بازی میکنی رول فیک لورا ناردین هاردی جیمی لورنه حساباتون پر پول بت لورر هاردین هاردی جیمی لورره هم چیزای فکر کنم چیزو داره میگه دیگه، جعفری و شایه. خب جعفری توپلتره، من نمیدونم کدومشون کدوم بود، فکر کنم توپلا لورر بود، نمیدونم یا هاردی بود. به هر حال اجرای داره میگه که نمیدونم، شاید تو جیمی جعفری جلو فنا بازی میکنی رول فیک لورن آردین آردی جیمی لورنه حساباتون پر پول بته میگه فول بهتره همه چیزه. شاید هم برعکس، نمیدونم اینا کدومشون کدومن، اون تو که اون گنده توپلوه این یکی جیمیش بود، شاید اینجا داستان برعکس. لورن آردین آردی جیمی لورنه حساباتون پر پول بته میگه فول بهتر همین چیزه ترکتون کرا فوره به مگه دیوونه جمع میکنی با خود جنس تو که میدونی دیس بکه من مثل لودره یادم دقلی که تو میزنی فقط آفیا با حاله آیستال هم حال اومده دقله بقله آفیا هم با حاله با اصل 6 دقیقه است. الان دیدم 6 دقیقه و 35 چقدر حرف واسه گفتن داشته این همه سکوت کرده. نمیکنی با خود جنس تو که میدونی دیس با که من مثل لو داره یادم دقلی که تو میزنی فقط 17 سال پیش باش متی دادی خود بنز خوری تو ساعتیش تو کارات قاطق پانچ یه رو برای بابام بنز میخرم زنی فقط 17 سال پیش باش متی دادی خود بنز خوری تو ساعتیش تو کارات قاطق پانچ همیشه تو سطری میشینم بالای چار میگن اصل چندی که شدی بابای چار میکنم ترخیص با ویزیت رایگان.
نسل چندی که شدی بابا چهار؟ نسل چهار که نیست، دانیال قدیمی تره. ولی اینجا یه چیزی گفت که یادم رفت. آها، تو پانچ، تو شعرات قاچاق پانچ. این به خیلی ها میخوره. خیلی رپر داریم که تو ورساشون پانچ قاچاقه. بالای چهار میگن نسل چندی که شدی بابای چهار، میکنم ترخیص با ویزیت رایگان. اسم آهنگای سروش ها، ویزیت بین الملل و فلان و اینا، اینجوری میکنم ترخیص دوکی بودن و این داستان ها. دوباره هم به اون داستانش که میگفتین این پسر منه اشاره کرد. اینجا سروش هم زد، اینجا سروش هم زد. چهار میگن است چندی که شدی بابای چهار، میکنم ترخیص با ویزیت رایگان. یکم کاش هایپ بود، یکم شل کار. حالا احتمالاً 6 شقص جلو بریم اتفاق بیفته. خیلی ملوه تا اینجا، یعنی اصلا اون هایپ دیس و اینجوری میدونی اینو نداره. آره پشمک میگفت جی بیا کیرته، هستم جدا بشی با هم میگایمته. ویزیت رایگان. میار پشمک میگفت جی بیا کیرته، هستم جدا بشی با هم میگایمته. من ملودی میزنم و تو میندازی تک، سخشش بود بشین جا مسیرا بی افکت بخلا کرد. اوه اوه، تکسای مهدیارم اون ملودیشو میزد، ما مینویشیم یه جوری. مهدیارم اینجا زد من ملودی میزنم و تو میندازی تک، سخشش بود بشین جا مسیرا بی افکت بخلا کرد. کسی که قاطی شیرا میشه هی و فرشاد و الان میخواد تیپا بی بشه، یارو برگشه لپاپی و اینجا دیده شه. تو همین چند خط بستت زیادی تبه باید حقیقتی سمو کرد. مشخص سود دیگه، مشخص بود، چون یه تایم هم جدا شد از اصلی مهیار رفت واسه یه چیز مجوز و این داستان ها دیگه، مشخص بود. اینجا فکت که میگین فکت میخواد ورس مثلا دیس بعد فکت داشته باشه، فکت بود دیگه. باید حقیقتی سمو کش میدادی به هم مثل اون گندرونی که یک جونه سیا میده به هم، یا بغلیش که باید پولم و ریالی بده. جونم چطوری مهتی؟ آره آره دانیال دیست کرد. فل بدایی زد به ذهنم، کانتنت دیگه. دیسی چرسی اما کش میدادی به هم مثل اون گندرونی که یک جونه سیا میده به هم، یا بغلیش که باید پولم و ریالی بده. با مصرا زدم تو چون زیادی تبه. بغلیش که پولم و باید ریالی بده کیه؟ دوکی؟ چون سیا میده بهم، یا بغلیش که باید پولم و ریالی بده. با مصرا زدم تو چون زیادی تبه. سرم تو کیکی به تو شادم. نه یانکی سادو میگه بغلیش که باید پولم و ریالی بده. با مصرا زدم تو چون زیادی تبه. سرم تو کیکی به تو زیبا میده جنس که شدی اول تونی و ریتالین چلاتی چیه لوکو میدم بیا زیبایی ته تا جی تو ندونه مایی داره سیگار میکشه خواستی نشونه تو. چرا آخه؟ نمیدونم دوکی چرا انقدر، نمیدونم دوکی اینام، نمیدونم جدیدن چیزی نگفتن، یادم نمیاد. میدم تو زیر زمین هنو با رفیقام دور بی طلبی جمعی، چشا رو شکاره مثل عقاب تو کمین. اعتراف کردم بعضی خاک کردن تو زمین، ولی او زدم بیرون با وارونه بدی قلم من میکنه عجی مجی. فکر کردم بعضی میگن تو نطفه خفه کردن این داستان، ولی زدم بیرون با وارونه بدی. هنو با رفیقام دور بی طلبی جمعی، چشا رو شکاره مثل عقاب تو کمین. اعتراف کردم بعضی خاک کردن تو زمین، ولی او زدم بیرون با وارونه بدی قلم من میکنه عجی مجی. لا ترج یه زمانی بودی مثل داداش های تنی، ولی الان انه مگر گوریم و خبیب میزن. یا مگر گور خبیب که میشستین یبته اون که رفت خبیب دیگه کلن، ولی منظورش اون تایمه دیگه، اون تایمی که به هر حال مگر گور و حبیب یا خبیب با هم داستان داشتن. اینجا یعنی خبیب خودتی آنی بودی مثل داداش های تنی، ولی الان انه مگر گوریم و خبیب میزنم تو رو مثل جد و کارا زمین. تو رفاکی میزنه الا فلوی مریض، مریض سر سرطان فلو های دنی، جادوگر کلماتم عجی مجیلا ترجی بو بو عجی مجیلا ترجی اومدم بلا سرتون با فلو عجی با فلو عجی عجی مجیلا ترجی یه قلم جادویی در اومد یه عجی با فلو عجی. بکی وکاله دیو یه فلو عجیب نیستم. عجی مجیلا ترجی اومدم بالا سر تو با فلو عجیب 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 کار تو تمومه دیگه نمیشه فرج. لاشی در اومدن رفیقامون و نه پول، یه طوری که دیگه ضرر سلامت دور، میخواستم رو بی تو برات بگیرم. چقدر سیلاوه قافیهاش تمیزه، همه رو داره دوتایی میزنه. دمش هنابندون، ولی حیف نون و نمکتون لبام هم دور. هنابندون لبام هم دوخ. خیف تو پیگ با هم زدیم شراب انگور، شراب انگور شما عوضی و مرا ممسوخ، مرا ممسوخ زدمتون ولی الان افسوس. خدایی سیلابای دانیال همیشه خفن بوده، دمشم. میخورم باید میکویدم برادر کو، من مثل شما خونه بوده بهم ندادم پول، من تهی کشیدم که الان میده کلام ممنون. با تانک بیا میکنم من لبا تنبوز، شیر که پارسه میکنه این سگاهت دور نزدیکت بشم میاری برا مامور، مثل چار یا در میاری ادا گنگ خوبه نمون که داد زلای فنا مامور. خوبم نست شاریا رو زدم، خود شایا رو دی میاری برا مامور، مثل چار یا در میاری ادا گنگ خوبه نمون که داد زلای فنا مامور که همه دیده. خود اونو داری میگه، اونا اونم میگفت شما گنده نیستی نرفای گنده بلدین. با بیت خودش خودش رو زد دیگه یه جورای دیگه، گفت تو هم مثل همونایی خب دیگه.
عداشو علدی امور مثل چار یا در میاری عدو گنگ خوب بنه اون که دازه لای فنا معمول که همه دیده چغالا بلدن فرارم خوب چشم کنسرت چرسی که حالا خیلی داستانه بود که آقا مأمور نبود و اینجا فقط یکی داد زد و اینا در رفتن داره همونو بهش اشاره میکنه مثلا اون دو تا چون راحتن با دستور تور میشه یه رو خیاتو نمالن خوب من بیشتر از سگو که وفا و مرا معصوم مثل سگت با کون کله یا لطه من بوم اومدم حالا سرتون دوباره من یه کله آلت سگشو بوس کرده وات یا سگش آلت اینا وات یادم اون فیلم دامن دامبر بود چی بود یه دستگاه میذاشتن رو ذهنشون که فکراشونو میخوند بعد تو فکرش یه چیزی بود خام مالی وات سگا که وفا و مرا معصوم مثل سگت با کوکل یا لطم هم بوم اومدم حالا سرتون دوباره با کار هی توی که نمیتونی بیای با نال پای بیف یادم نمیره میگفتی به من مدیانی تو یاد نر خود پا گذاش جای پای که همون که تو ترک خود گوش لای پای شیر اگه بشتنی و زیر کابوس های خواب تیم بقیه هم زارم که سرپا گذاشی لای پای شیر ترک سرپا رو حسین رو میگه اون که گذاشتی ترک لای پا تو ترک خودت گذاشتی لای پای شیر خب میگه من شیرم شایه حسینم که اونجا اونو گفت بابا چه تمیزش داری کرد باحال بود اون که تو ترک خود گوش لای پای شیر اگه دشمنی بازیگر کابوسای خواب تیم بقیه هم زرم دشمن کابوسای خواب تیم خواب نباشی همون که تو ترک خود گوش لای پای شیر اگه دشمنی بازیگر کابوسای خواب تیم بقیه هم زرم که نگم به شای داده دیز شخص بزنم به میگن دادی حال دایشی میخوام که تو بکنم کنه خب گفت چرا بقیارم داره جواب سوالا رو میده که من گفتم چرا مثلا اینا دیس میده یعنی یه ترک واسه تو فقط ندیم تکیبیان که کلت پریده همین دور همی داریم همه رو اونایی که بی ادبی کردن یه گوشی لوپیا تک تک میکشیم یه همچین حالتی بزنم به میگن دادی حال دایشی میخوام که تو بکنن کونه کاگانم چا غمتون کاگانید وینه بیف من بالا یخچا یارو با همین پانچ دیس باحال حاجی ولی خیلی دیگه داره یک نواخ میشه کاش یکم میسویچید کنن کنه کاغانم چا غمتون کاغانید وینه بیف من بالا یخچا یارو با همین پانچ دیس باحال است ما ترنده توییتر شده ولی نه با آهنگاش اشاره به حرکات سم کاغان در توییتر میگه باسه اوناست که میگه منظورش که سیاست تتلیتی داشتی دیگه نه با آهنگا رو میشی بکشی بالا شلوار و قاب رفا نمیبینت بالا ابرا آشپز بودم من امشب و نهارم پانچ که با غذا اصلی یه دونه سالادم داشت عجیم عجیل ترجی اومدم بالا سرتون با افل و عجیم عجیل ترجی یه قلم جادویی در اومد یه و عجیم عجیل ترجی اومدم بالا سرتون با افل و عجیم عجیم عجیل ترجی کارتون تمومه دیگه نمیشه فرش کارتون تمومه کورسش هم دوستش هم که کچی تر باشه کورسه هم اونقدر کچی نی بگیر نی می سویچه آها از همون اول با جعفری هم دست شدیم گفتیم با عدد در اومد بدی درصد گفتم چقدر گفتی سه چارومشه من سهمم منم یه زمانی میدادم به حسن رحمت او جعفری ما راضی کرد بیام تو بازی سه چارومه در اومد واقعا یعنی یک چاروم به خودش میرسید یعنی بعد میگه میدادم به حسن رحمت حسن رحمتی رو میگه دیگه یعنی از قدیم هم هر کاری میکردن سه چارومش مال حسین بوده فکر نمی کنم سه چهارم خیلی ها چه من سهمم منم یه زمانی میدادم به حسن رحمت گفتم باشه دوشی ولی فهمی گفته حسن میدادم به حسن رحمت خوشی هم داره دو جور میتونی بخونیش به حسن رحمتی میدادم به حسن رحمت رحمت میدادم باشه منم یه زمانی میدادم به حسن رحمت گفتم باشه دوشی ولی فهمیدم بعدن کلو گذاشتی سرم در صدا بودم برعکس در اومد آه نه اوکی تو میداده به خودت از اول تازه اون که خودش تو رو معرفی تم کرد تازه تو که پشم اونم نمیشی انتر ولی پشتش فوش میدادی میپرید رنگم اوه پس میگفت خداحافظ اینا میگه الکیه دیگه پشت صحنه یه جور دیگه بودی تو هم از اول اومد یعنی که قبل واقعا خب این فکت قبل از اینکه بره تو کاغذ و اینا خب شایع شناس نبود ولی خب دانیال بود و اصلا به نظر من بدترین اتفاق برای دانیال این بود که رفت تو اصلی اینو همیشه هم گفتم من قدیم
من دانیال قدیم دنبال میکردم، دانیال پیاده و اینا فوق‌العاده بود اون زمان ها. و بعد از سوء اصلی من فقط حالا آلبوم کدرش آلبوم خوبی بود در کل، ولی اون دانیال قدیمی ها رو من بیشتر دوست داشتم. مثلا فکر کنم بعد از سوء اصلی رفتنش من ترک فصل زشتی رو خیلی دوست داشتم، همه جوره خفن بود. ولی دانیال قبل خب به هر حال کلی آهنگ ازش شنیده بودیم دیگه، میگم آهنگ پیاده بود یا آهنگ بود میشمرد اسمش الان یادم نیست، هیچ جا هم نیست اون آهنگاش، نمیدونم چرا هرچی رفتم دنبال دانلود کردنش خیلی سخت پیدا کردنش که اصلا ببینیم اصلا کنی تو پلتفرماش هم نذاشته. یا مثلا آهنگ چرچیل که با شانو خونده بود اینا واقعا قوی بود، یعنی اون موقع هم پانچا و سیلابای قوی میزد و شناس بود، چون اصلا قبل اینکه بخواد با به هر حال اصلی کار کنه رضا پیشنو معرفیش کرده بود چند جا و دیده بودیم عکس باش بود آهنگ فلان اینا با هم. ولی اصلا به نظرم بدترین یعنی اتفاق کریر دانیال اون بود و افتو دیدیم توش، یعنی خیلی دیگه شد شایع، یعنی اینو دروش داشتیم که اینجا هم گفت که میگفت بخون غم و فلان و اینا، تاثیر شایع روش زیاد بود ولی به سمت مثبت نبود به نظر من. و اینم میگه دیگه، میگه تو پشم حسین هم نمیشی، ولی خب وقتی داره اینو میگه یعنی شاید من تو بهترم یا در یه سطحیم، ولی تو پشم اونم نمیشدی. ولی پشتش فوش میدادی میپرید رنگم دم با تیزی میکنه تو کلت. بگم چه اتفاقی افتاده و سه میاد میزنتت بود. اوه چی گفته بوده شایه؟ اوه خیلی ها میگن چیز سنگ و اینا، پس این فکت علکی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. داستانو میگه، میگه تو به ما میگی بنگی، ولی اون موقع که تو میزدی من اشکم در میاد، گفتم نزن بابا دلم وسط میسوخت، نکن این کارو خود. جنون و نمک کلمات تو جنگم به حرمت اینکه یه زمانی بودیم بکسم نزدم دیدم فنا ناراحت ندستم وگر نیزی ترین حریفی تو تو وزنم چون من اگه این هستی اوکی یعنی تو حالا اشل خودمون نسل خودمون یا حتی بچه جایتر تو ایزی تر زن. اینو برچه مختلف فکر کنم چون میگه وزنم از بچه نسل چهار شاید نیست، چون داره خودشو قدیمی تر و پربارتر از بچه ها میدونه که میگه پدرتان، اونا تو از خودش نمیدونه، ولی این برداشت هم میشه کرد که اونا رو هم جزو رقیبا اینا میدونه و شایعه از اونا ضعیف تره. دستم بگه ریزی ترین حریفی تو تو وزنم چون من اگه بزنم به دستم تا دست بند مثل همون شبی که با چکی زدم گنگ بنگ میچینم بکی تو میگه ساعت تو مغزم یه سری چیزا رو رو نمی کنم من اصلا نگه بگه بیته اینجا سینتی سایزره که اون زیر داره صداش میاد چقدر منو یاد آهنگ دم صبح انداخت، دم صبح پایان ها رگ شنده مخصوصا آخراش همین صدا تقریبا همین فکر کنم همین سینتی سایزره همین اینسترومنت تو مغزم یه سری چیزا رو رو نمی کنم من اصلا نگه بگم باید خدا فیزیکونی رسمن فنام تو خیابون نمیگیرم با تکسم یه کلام تو خدافزی نپرسیدی از من که چرا میخوام جداشم و چیه حرفم گفتی اخمت هم نبود به نوعی واسه خیلی با حال فلو میناش، ولی خیلی داره تکراری میشه. الان ما دو دقیقه و نیم یه فلو رو یه تک شنیدیم، الان هم داریم یه فلو رو یه تک میشم، این حوصله سربر میشه و فکت ها درستی که در میون خفنه و یو یا او در میاره اینا، ولی فکر میکنم یه سویچ های دیگه این وسط بقول که خیلی داره کارو حوصله سربر میکنه، کاله یه میدونی یه مودیه که اگه نگیریش نگرفتی دیگه و حوصله رو داره سر میبره و یعنی که قافیه ایناش همه تمیزه، ولی پروژه نهایی تا همین الانش که یه دقیقه هم ازش مونده داره خسته کننده میشه. اگه بری حاجی پچی میشه سهمم فازشو داری همیشه مدیون تمام خنده حس میکردم مدیون اینقدر خوب دراره اینجا، چون داشتم اینجا میدیدم نوشته را ولی خوب درآورد مدیون با میشه سهمم چی میشه سهمم فازشو داری همیشه مدیون تمام خیلی تمیز دره برد مدیون تمام چی میشه سهمم به هم خیلی نمیخوره ولی خیلی تمیز دره برد مدیونه تمام خنده داره چون تو بودی که اومدی سمتم گفتی گروه بزنیم گفتم قبول هستم حالا بگو حلال حلاله با این که باقه بلاله سر حلال حلاله با این که باقه قلاله باقه بلاله یعنی چی؟ آه یعنی داره یه بیت مسخره میگه که مسخره کنه حلال حلاله رو
ولی این هم عجیب بود که خودش شایعه واقعا اعتمادش هست. قبول هستن. آره دیگه میخواستن تیم بزنن دیگه. یعنی کجا میدونست اونا میخوان تیم بزنن؟ آره منطقیه. مالو بگو حلا لالا با این که باقه بلال سری فهمیدم خوبی یا تمت مال ادای من بغلت بودم با خبرم از ذات خرابه کاراکتری و نشون میدی که مایه در ردت میگی مردم فکر میکن اوکی این بده ها کاراکتری و نشون میدی که مایه در ردت ما که مردم فکر میکنن داره حقایق میگفت سیاه بنویس که نون تو حال خرابه زورت نمی بود بچه و بعضی ها میگفتن ریز ریز قبل اینکه حالا با هم داستان یعنی برن توی بحث کار و اینا که میگفتن کاسب درد مردم من داره حقایق میگفتی سیاه بنویس که نون تو حال خرابه. البته خود دانیال هم همیشه قدیم بیشتر اون سمت بود، یعنی مود غم و دارک و فلان اینا همیشه 90% آهنگ اون موقعش اینجوری بود. زورت نمیرسه قلم من مالیاژ طلای من تکی عین گل میپیچمتون لایه ملافه دواشه دشمن من رضا کجا سر حال فر. این هم حالته حالا مثل گل میپیچمون حالت رول کردن کشتیمت رولت کردیم با مرافه دیگه. گله این گل پسر شایه است که گل است، پیپر هم که ملافه. گل میپیچمتون لایه ملافه دواشه دشمن من رضا کجا سر حال فراره میگه تو چوبا بوده. هنوز همون قافیه حلال بلاله رو داره میره. البته این وسطش خوب دقیق نکردم اینجا لایه ملافه باقه بلاله دواشه دشمن من رضا کجا سر حال فراره میگه تو چوبا بوده ندیده جدول و طرف گفتن اسمشو نیار بودم راز قلم و بلد بله مرتی هری پاتری بردم رپ و من ازد میگم ببخشینا فنا هم اشتکو زدن اینه من هم نیستی ببخشینا. میما چقدر میما انقدر داره معروف میشه و اینا تو آهنگا هم هست یه انقدر میمو انقدر این ویدیوهای عجیب غریب اینا داره میترکه که دیگه تو آهنگا دیگه از ساسیش بگیر تا دانیال و ایکس و ایگرگ و همه دارن استفاده میکنن. کیر منم ببخشید دوست داشتم من رضا کجا سر حال فراره رفیقی خوردن نداشت مال من آخه اوه مشتی طور چه فلکس اینوریه میکنم پولی در مال من خوردن نداشت که یه جورای ما هرچی میگفتیم واقعی بود که مال ما هم خوردن نداشت دیگه. تیرم زد آخرش. اوکی آقا آهنگو با هم گوش دادیم، دو تا بیت داشتیم و یه سویچ یه پلوم وسط و دو تا فلو برای 6 دقیقه. حالا نمیدونم شاید هم اینجا چون بار اولی شاید دقیق این از ذهنم در رفته باشه ولی دو تا فلو من گرفتم، شاید هم اشتباه کنم ولی فکر نمی کنم دوتا سه تا هم فکر نمی کنم شده باشه ولی دو تا فلو داشتیم. 6 دقیقه و 35 آهنگا بگیریم بگیر هر 3 دقیقه یه فلو فلوه داشت حوصله سربر میشد. آهنگ از لحاظ آهنگی به عنوان یه دیس اون وایبو نمیداد، یه حالت اوهامتور ریلکسی ببین منم بلدم به من میداد، نه مثل دیسای دیگه که اینجوری بگیم وا پاشو مثلا اینا، اون حالا نمیداد اون حالا هایپ اینجوری و تایم برای این فلو چون میدونی حالا قافیه رایما خیلی تمیز بود، کلا قلم دانیال واقعا خوبه، رایم اسکیما خداست و همه اینا قافیه جور کردنش اینا واقعا درست، ولی خب زمانی که دیسه و این طول میکشه فلو هم جای عجیبی نمیره به جای اینکه مثلا فلانی در حال فرار فلان اینا میتونست کات باشه و اون پانچا بشه که ما پانچ بشنیم که نتونیم ایراد بگیریم از کار. ببینید چه دارم میگم، اینو داشتیم قلم خیلی خفنی داره ولی اینکه به نسبت چه چیزی در نهایت بمونه چون بعضی جاها دیگه مثلا میدونی مثلا در حال فراره حالا چند تا دیگه همینجوری داشت، حالا درسته قافیه‌اش با اون بال بود و اینا ولی خب مثلا چی میدونی یه دو تا پانچ خفن‌تر میزد که مثلا میگیم واو آهنگ رو خفن‌تر میکرد. آهنگم طولانی بود پانچ داشت ولی خب بعد دنبال پانچه میگشتی یعنی گوش میدادی یه پانچ بود، درسته داشت فکت میزد قافیه‌اش هم چه فود ولی به نظرم اضافه کاری بود که کار بشه 6 دقیقه، یعنی کار لازم نبود بشه 6 دقیقه با توجه به اینکه فلو هم ثابت بود و یک کم حوصله سربر میشد با کات کردن بعضی از این بارها میتونست که جذابیت کار رو بیشتر کنه، کار کوتاه‌تر بشه و رقابت واسه گوش دادن بیشتر، حوصله سر نبرتر. ولی به جز این قلمی واقعا قویه دانیال، ولی یه چیزی که من همیشه راجع به دانیال فکر میکنم رادپورو هم پاهاله ولی مثلا اگه دانیال به نظر من با کاگان کار میکرد این آهنگه میترکید،
یا حالا کاگان یه مثاله، یه پرودوسری که خودش خیلی تجربه داشته باشه یا سلیقه عجیب باحالی داشته باشه، مثلا اصلا ورس تو بگه اینجاشو کات کن اونجاشو کات کن اینها، آهنگ 6 و 35 دقیقه‌ای که دوتا فلو بیشتر نداره و این همه بار توش ما داریم ولی بار پانچ داره سنگینی نی، یک کوچولو اضافه کاریه میدونی، چون میگم حرفام اگه جا به بعد یه جوری مثلا این در حال فراره اون اونجوری اون دیگه خوابت مثلا سه بار استفاده کرد، ولی به جز این واقعا دانیال استعداد داره، واقعا دانیال خیلی خفنه و پانچش هم خیلی خوبه، ولی انتخاب فلو هم با اینکه فلوهای جذابی بود انتخاب فلو هم برای دیس، البته میگم اون موده به کوانتو رو داشت میداد دیگه، برای دیس هم انتخاب فلوها فکر میکنم یکم جا داشت که فکت بازی بود بیشتر دیگه، آهنگ آهنگی نبود که مثلا 200 بار گوش کنی اون هایپر رو بده میدونی اون فاز رو داشته باشه، اینو نداشت، ولی خب خیلی لیریک و قافیه ها با اینکه اضافه کاری هم توش داشت، یعنی بارهایی که التزامی واسه وجودشون نبود وجود داشت، ولی باز اون هنر عجیم عجیبی که داره میگه رو دیدیم که با چه چیزایی چه قافیه هایی در آورد و همش قافیه های تمیز، این خودش اینه بگه چی میگن مهره بر این که واقعا رپر خوبیه دانیال، و به قول خودش الان هم که میبینیم پانچ قاچاق 6 دقیقه آهنگ داشت، به نسبت پانچاش خوب بود توی 6 دقیقه این همه پانچ زد و این همه قافیه زد توی دورانی از رپ که 90% قافیه ها تکه، یعنی تک قافیه، و تو این دوران این 6 دقیقه آهنگ داشت که همش سیلاب بالا، رایمای خوشگل دو وجهی جذاب، و این خودش اون کار اصلی است که یعنی داشت میکرد، به نظرم با این کار داشت اون رو نشون میداد، نه یا آهنگی که مثلا 200 بار بشون، احتمالا هدفشون اون نبود و هدفشون این بوده که این قدرت قلم و قافیه و اینا رو نشون بده، که اگه هدف این بود ترکون موفق بود، ولی خب موزیک جا داشت برای اینکه موزیکی باشه که بتونیم دوباره سه باره چهار باره ده باره توی یک ماه اخیر 20 بار گوشش بکنیم. خلاصه این از این و دمش هم گرم، خسته نباشید، میگم در کل پروژه خوب بود، من میخوام نمره به این بدم فقط به قلم، به اصل پروژه نه، فقط به قلم دانیال و مدلی که حالا رایم اسکیمش بود و داشت مصرع و بیتاشو مینوش، من به اون 9.5 میدم، ولی به کار کلی، به خروجی نهایی با حالا این مدل انتخاب بیت و این فلو و اینها، به اون من 7 میدم در کل، ولی دمش گرم، دمش گرم، قلم عجیم عجیه، واقعا قلم عجیم عجیه، اسم کارم الان فهمیدم چرا عجیم، البته ما اولش فهمیدیم دیگه، ولی عجیم عجیه منطقی بود. ایول خسته نباشید میگم بهش، دمشون گرم، این بود از این نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید، امیدوارم که لذت برده بوده باشید، تا ویدیو بعدی حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه، سی یو سون.